آقای آرمان، من بسیار سپاسگزارم از اینکه شما میدونم با گرفتاری هایی که دارین، با وضع اقامتتون و همه این کارها یه وقتی هم به ما دادین که در مورد مسئله بسیار بسیار مهمی با هم صحبت کنیم، اونم مسئله کودکان خیابانی در ایرانه که مسئله واقعا بغرنج و ناراحت کننده است. سپاسگزارم که این وقت رو به ما دادین. خواهش میکنم، درود عرض ادب خدمت شما و همه هموطنان عزیزم در سراسر گیتی. خوشحالم از اینکه این فرصت رو به من دادید که لحظه ای بتونم با هموطنان عزیزم صحبت می داشته باشم در رابطه با یکی از آسیب‌های جدی جامعه امروز ما، یعنی کودکان خیابانی. من آرمان هستم، عضو کوچکی از جامعه هنری، خواننده سبک اعتراضی و خیلی ها در واقع منو صدای نسل سوخته میشناسن. در واقع منو از بین همون بچه ها اومدم، مثل همون رو زندگی کردم و امروز خوشحال هستم از اینکه هرگز گذشته خودم رو فراموش نکردم و در کنار این بچه ها هستم. یکی از آسیب های جدی که جوامع در حال توسعه از جمله جامعه ایران رو تهدید میکنه، گسترش روز افسون کودک های خیابانی هست که حالا به دلایل گوناگون بخشی یا همه اوقات خودشون این بچه ها در خیابان ها سپری میکنن و بیشتر این کودکان هم از طریق مختلف امرار معاش میکنن و این کودکان متاسفانه امروز تو اون جامعه هیچ امنیتی ندارن که حتی شده من بارها شنیدم و الان با دوستان عزیزمونم که در داخل ایران ارتباط داریم شنیدیم که از این بچه ها سوء استفاده های جنسی میشه و حتی بعضی از والدین این بچه ها متاسفانه از این بچه ها در خرید و فروش مواد مخدر استفاده میکنن و خود همون بچه امروزه شده یه مصرف کننده. این درد بزرگیه، درد بزرگیه که همه اینا برمیگرده به نظام ما، به اون نظامی که در واقع که این بچه در واقع توی خانواده‌ای داره بزرگ میشه که طعم فقر چشیده و امروزه به اجبار داره این کار میکنه و یک سری باند مافیا هستن که من خودم اینو دیدم که در داخل ایران که بودم صبح صبح این بچه ها رو میآوردن و حتی کسایی بودن که مسنم بودن به عنوان مثلا مأمور کنار این بچه ها اینا رو می آوردن سر چهارراه پیاده می کردن و در واقع بهشون اجبار می کردن که فردا شما امروز باید اینقدر کار کنی، اینقدر باید پول در بیاری و اگه در نیاری به قضا نمی دیم و از اینجور حرفا که من بارها با دوستانی که الان هم تو ایران صحبت میکردیم، اتفاقا در حدود یه 3-4 ساعت پیش داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، گفت که آرمان متاسفانه واقعا وضع خیلی وخیم شده و ما دوست داشتیم که یک فیلمی از این بچه ها تهیه کنیم، به ما این اجازه رو ندادن و به ما حمله کردن، گفتن که البته اون باندایی که در اطراف اون بچه ها بودن اجازه رو ندادن که از اینا یه فیلم تهیه کنن که ما داشته باشیم، چون من در این زمینه فعالیت میکنم و امیدوارم که بتونم در واقع یک کار کوچکی برای این بچه ها انجام داده باشم، چون من هنرم و بخشیشو گذاشتم برای کمک به کودکان. یعنی بارها اعلام کردم و همیشه هم گفتم یک هنرمند فقط این نیست که بره روی صحنه فریاد بزنه یا جلوی دوربین بخواد بیاد خودنمایی کنه، چون من همیشه با خودنمایی مخالف بودم. امروز میگم که هر کسی هر کاری میتونه باید برای این بچه ها انجام بده که اینا بچه های کشور خودمون هستن و امروز ما باید صدای اینا باشیم. اگه باید هر کدوم از ما اگه قرار باشه که کنارگیری کنیم نسبت به این بچه ها بی اهمیت باشیم، در واقع اینا صدایی نداشته باشن، متاسفانه جامعه اون جمهوری اسلامی هر بلایی میتونه سر این بچه ها بیاره که فرو الان داریم میبینید که دختران ما رو که از همین بچه ها هستن به کشورهای عربی دارن صادر میکنن و مورد سوء استفاده قرار میگیرن.
این بچه ها آقای آرمان، شما که از نزدیک اینها رو واقعا دیدید و به قول خودتون بخشی از زندگی اینها بودید و خودتون هم فقر رو چشیدید در ایران، بچه ها به چه دلیلی میان توی خیابون و شروع میکنن به دست فروشی کردن و اینها چه کسانی هستن؟ بچه هایی که پدر مادرهاشون معتادن، بچه هایی که پدر مادرهاشون نمیتونن کار کنن، فقیرن و اینها در واقع نانآور خانواده میشن، یا اینکه اصولا خب اینها بعضی از بچه ها من دیدم تو بعضی از این فیلم ها باهاشون صحبت میکردن مدرسه نمیرن و میگفته ازشون پرسیدن چرا به مدرسه نمیری؟ گفتن شناسنامه ندارم. خب این نشون میداد که احتمالا اینها از بچه های همزبانان افغان ما هستن. میخواستم شما یه تصویر کلی از اینا بدین که اینا چه کسانی هستن که مجبور میشن کودک خیابانی بشن. بله، این بچه ها البته به چند قسمت تقسیم میشن. یه سری کودک هایی هستن که در واقع ترد شده از خانواده هستن، کودک مخصوص در واقع کودکی هستش که از طرف والدین اصلی خودش ترد شده و هیچ جایی نداره، بل اجبار مجبور دست به این کار بزنه و گفتم کسانی هستن که میان در واقع از این بچه ها سوء استفاده میکنن. و یک سری بچه ها هستن که واقعا به خاطر فقر مالی، یعنی من به جرات میتونم بگم که شاید 70% این بچه ها به خاطر فقر مالی دست به این کار میزنن، به خاطر اینکه نوآور خانواده شون هستن، یا پدر معتاد دارن یا مادر ندارن، یا به قول کلن تمام این مشکلاتی که امروز شما داریم اینه و فیلماش هم توی دعوای یوتیوب الان موجود هستش دیگه، یک چیز اصلی هستش که دارن همه میبینن که به خاطر چی این بچه ها دست به این کار میزنن. و خیلی از این بچه ها هستن مثلا ما باشون تماس میگرفتیم عاشق درس خوندن هن. خیلی دوست دارن درس بخونن ولی خب اون بستر براشون مهیا نیستش، این بچه میخواد چیکار کنه؟ عاشق درس خوندن هستش، جایی نداره، کسی هم ازش حمایت نمیکنه و متاسفانه خب مردم ما واقعا امروزی گرفتار هستن، چند نفر میتونن در واقع به این بچه ها کمک کنن، ولی خب میشه این بستر رو برای بچه ها فراهم کرد، چرا که نه. امروزه ماهایی که اینجا هستیم، حالا ما میگیم که فرضاً داخل ایران همه مشکل دارن، ولی ماهایی که اینجا هستیم میتونیم در واقع به این بچه ها کمک کنیم. امروز بچه ای که بل اجبار، من خودم اینو دیدم، بچه 10 ساله ای که توی قوطی کبریت مواد مخدر جاسازی میکرد و از طرف پدرش میرفت این کارا رو انجام میداد بل اجبار، یعنی اگه این کار رو نمیکرد پدرش اونو به طرز فجیع تنبیه میکرد. خب اینا مسببش کی هستش؟ درست بخشی از بخشی رو ما به حکومت در واقع میتونیم اطلاعیم، ولی یه بخشی هم خانواده هستش، این خانواده هم جزی از این عامه هستش. خب چجوری بیان کنم؟ اگه خانواده بستر رو فرضاً برای بچهاش فراهم میکرد، خب این بچه به این راه کشیده نمیشد. اگه اون امکانات رفاهی رو برایش تعیین میکرد، بچه به این راه کشیده نمیشد. بچه لباس میخواد، بچه خوراک میخواد. خب موقعی که اینا براش مهیا نشه، خانه‌ها این بچه یا از خونه فرار میکنه، جز باند مافیا میفته، باندی مافیایی که الان گفتم هستن در داخل ایران و بیشترشون از خود نظام هستن. ولی به هر حال من این پیشنهاد رو پارسال دادم و حدود هفته پیشم که یک مصاحبه داشتم اومدم اینو بیان کردم که بیایید یک کاری انجام، ماهایی که در خارج از کشور هستیم میتونیم هر ماه 1 یورو یا 1 دلار به بچه های کشور خودمون کمک کنیم. من این پیشنهاد رو دادم ولی متاسفانه بگیر از ادبی اندکی کسی استقبال نکرد. یک خانم دکتری بود در سوئیس استقبال کردن، چند تا از دوستانمون در کشور سوئیس و دانمارک استقبال کردن، ولی هیچ کس نیمد قدم بذاره.
یعنی این جلوهش یک جلوه سیاسی دادن. این جلوه سیاسی نیستش اصلا. کمک کردن جلوه سیاسی نیستش. یعنی ماهایی که اینجا هستیم نمیتونیم ماهی یک یورو یا یک دلار بخوایم فرضاً به این بچه ها کمک کنیم. حداقل میتونیم براشون یک بستری فراهم کنیم، چه از نظر آموزشی چه از نظر رفاهی. میتونیم براشون بیمارستانی تأسیس کنیم، میتونیم براشون مدرسه ای تأسیس کنیم که این بچه ها بخوان اونجا درس بخونن. بله این خب مستلزم یک سازماندهی خیلی بزرگتری هست. باید یه عده زیادی پا جلو بگذارن. حالا من خواستم از شما خواهش کنم اگه اجازه میدین یه تعاملی با هم بکنیم، یکی دو تا از این کلیپ ها رو با هم تماشا کنیم، بعد من دوباره برگردم با شما صحبت کنم. خواهش میکنم. خب آقای آرمان این کلیپ رو دیدیم. من واقعا فکر نمی کنم کسی اینها رو ببینه، حالا چه ایرانی باشه چه غیر ایرانی، و روش تأثیر نگذاره. و همین دلیل از شما این پرسش رو دارم، شما که انقدر فعال هستین در این زمینه و حتی خب موسیقیتون رو به اختصاص دادین به این کار و حتی اعلام کردید که اگر کسی سی دی های شما رو بخره نصف درآمد این سی دی ها رو به بچه ها تقدیم خواهید کرد، آیا کسی رو در ایران میشناسید که صادق و قابل اعتماد باشه؟ یا میدونم که سازمانی نمیشه به این صورت تشکیل بشه، یا نمیدونم شاید هم هست سازمانی هستش که کمک کنه الزاماً NGO که به چیزها کمک کنه، به بچه ها کمک کنه. اگر این چنین هست شما و میشناسید اینو اعلام کنید و ببینیم که به چه طریق و از چه راهی میشه این کمک ها رو به بچه ها رسوند. البته خب سازمان ها هستم، ولی خب من با این سازمان ها به هیچ وجه کار نمی کنم، چون شاید هم واقعا به بچه ها کمک کنن. همونطور که گفتم شاید سازمان هایی هستم، خب من در وقتقال تهران میدونم که هستم و دارم کمک میکنم و بنیاد هایی هستن، ولی من به خاطر بعضی از مسائل با این سازمان ها همکاری نمی کنم. من یکی به خودم رو دارم در داخل ایران، بچه هایی که جونشون رو گذاشتن، واقعا این کسایی که دارن با من همکاری میکنن اینقدر بهشون ایمان دارم که فرضاً اگه بهشون زنگ میزنم میگم فلان ساعت مثلا شما برید اونجا به این بچه سر بزنید، و موقعی که میرن سر میزنن و حالا امانتی از چیزی از دست این بچه ها میرسونه، خب این میشه یه نوع همکاری. من این شخصیت ها رو درست کردم، من این اکیپ رو درست کردم و خوشبختانه بیشترم از شیر زنای خودمون هستم، چون این زنان ما در واقع یک عاطفه خاصی نسبت به این بچه ها دارن، یک محبت خاصی نسبت به این بچه ها دارن و مثل بچه خودشون میدونم. من همشون ممنونم، سپاس میکنم. خود میخوام که حالا نمیتونم اسمشون رو بیارم، ولی خب از همه این دوستان خوبم بسیار بسیار ممنونم که موقع که یک حرف رو بهشون میزنم با کمال میل قبول میکنن و حمایت میکنن از این بچه ها. خب الان شما در زمینه موسیقی و هنر خودتون چه کاری کردید؟ یه شمک خیلی برای ما بگید که چه کردید و موسیقی که خوندید و آهنگی که میدونم که اختصاصاً به خاطر این مسئله خوندید چه هستش؟ مشخصات چه ممکنه بگید؟ خواهش میکنم. بله در واقع من موسیقی ما در این راه گذاشتم، یعنی به یه نیتی اومدم اصلا جلو. گفتم که همیشه از خدای خودم میخواستم که اگه فردم به یک جا رسیدم بتونم که از طریق همین موسیقی بتونم با نسل خودم ارتباط برقرار کنم و بتونم تو این راه به این کودکان کمک کنم. من آلبوم اول خودم به اسم آلبوم نسل سوخته رو که بعضی که منتشر شد در واقع یک مارچ اومد تو بازار، ولی خب حقیقتش حمایت نشد بنابرای دلائلی، حالا چون از نظر تبلیغاتی ضعیف بودیم و کسی حمایت نکرد از اون بابت، و متاسفانه این سیدی ها هنوز به فروش نرفت. ولی خب جایی هم که برنامه میریم سیدی ها رو میبریم میفروشیم و
کل حالا این سیدی چون آلبوم نسل سوخته رو ما کل آلبوم برای کودکان داریم هدیه می‌کنیم، یعنی 50% هم نه، کل آلبوم و درآمدی هم از کنسرت برای کودکان خواهد. ولی تو آلبوم دومی هم که داریم که داریم سعی بر این می‌کنیم که از بازم از کودکای خیابونی صحبت کنیم، بازم از کودکای سرطانی صحبت کنیم، در واقع کودکای سرطانی هم جزء بخشی از همین کودکان هستن، نباید در واقع ما از این بچه هم در واقع غافل باشیم. و ما چنین برنامه‌ای داریم، سعی کردیم تو آلبوم بعدی فروش 50% از آلبومو برای این کودکان هزینه کنیم و همیشه هم این کارو خواهم کرد، چون من تو آهنگ کودکای خیابونی که برای بچه ها خوندم در واقع اون آهنگ رو من با تمام وجود خودم اجرا کردم، با تمام اون چیزی که توی دلم بود اجرا کردم. چون این شعر در واقع مصاحبهم بابک اسحاقی گفتش، به پیشنهاد من جادر همینجا ازش تشکر کنم. و اون تمام احساساتم بود، تمام احساساتم بود که موقعی که داشتم تو اجرا اینو بیان میکردم واقعا یه بغض که بود. و هر موقع این آهنگ رو میشون میکنم و هر آهنگی در رابطه با کودکان باشه، از دوستای عزیزم باشه، من خود به خود عشق میریزم باشون، چون یک احساس خاصی نسبت به این بچه ها دارم. و امیدوارم که زنده بمونم و روزی برگردم به وطن خودم، در کنار اون بچه ها باشم و تمام زندگی ما براش بذارم. اون بزرگترین آرزوی زندگی من هستش که بخوام که حالا کار ندارم، گفتم جلوی دوربینم درست نیست من خود نمایی کنم، اونایی که باید منو بشناسن میشناسن که آرمان داره چی کار میکنه. و افتخارم میکنم که با اینکه یه پناهنده هستم زندگی ما برای اینا بذاشتم و این فکر کنم بزرگترین افتخار من تو زندگی باشه. امیدوارم که برگردم بوسه بزنم بر خاک کوروش و میگم که کوروش عزیز اومدم، در کنار این بچه ها هستم و با دل و جون براشون کار میکنم با تمام وجودم. آرمان عزیز، منم امیدوارم که شما به آرزوات برسونید، آرزوهای شما آرزوهای ما هم هست و امیدوار هستم که بتونیم در آینده، این فقط یک پیش درآمدی بود برای این مسئله، امیدوار هستم که بتونیم بعدا با هم بیشتر صحبت کنیم و راههایی رو پیدا کنیم که حداقل اگر بتونیم هر بار چند تن از این بچه ها رو نجات بدیم از توی خیابان ها و خطراتی که اونها رو تهدید میکنه، خودش فکر میکنم قدم موثری خواهد بود. و من دوباره از شما سپاسگزارم و با اجازتون برنامه‌مون رو حسن ختام برنامه موسیقی شما خواهد بود که برای بچه های خیابانی خوندید، کودکان خیابانی خوندید. خیلی سپاسگزارم از وقتی که به من دادید. من از شما هم خواهش بکنم، من هم از شما بی نهایت سپاسگزارم که این وقت رو به من دادید و این بحث رو باز کردید، که امیدوارم که این بحث ادامه داشته باشه و این راه ما ادامه بود. حتما همه ایرانیان عزیز موفق باشید.